چندین و چند عامل متفاوت اقتصاد ایران رو به اینجا کشونده. مدیران نالایق و بی سواد در بخش اقتصاد و فکر کردن به این که اراده بکنن و یا ایمان داشته باشن کافیه که بر قوانین حاکم بر بازار و اقتصاد اینا حاکم بشن. به اینا اضافه بکنید سیاست غلط غرب ستیزی رو که باعث شد و یا امریکا و اسرائیل ستیزی و یا دشمنی با کشورهای منطقه رو که همه اینا باعث شد تحریم های بسیار بسیار سنگینی روی ایران برقرار بشه و عملا کشور در انزواست. فرار مرزها رو هم بهش اضافه بکنید، فرار سرمایه از ایران هم اضافه بکنید، عدم سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران هم بهش اضافه بکنید، به اضافه فساد و فامیل سالاری و راندخاری و غیره که در این مدت 44 سال همواره بوده الان هم هست. من فکر میکنم تا اصلاحات اساسی در ساختار حکومت یعنی رفتن حکومت دینی نشه این جریان ادامه خواهد داشت. من راه خروجی نمیبینم.